یکی از این دوستان عزیز دانشگاه شریف میگه علی دایی از هم کلاسیه تو بود تو خواب کنم، میگه آقا این اصلا سیستمش این بوده که شب امتحان میشسته تا صبح میخونده و همه چی رو حفظ میشده و اصلا قبلش درس نمیخونده. این واقعا اینجوری بوده؟ یعنی شب امتحانی بودی؟ کاملا من شب امتحانی بودم. درست گفته؟ بله، من اون موقع هم درس میخوندیم، هم فوتبال میرفتم، هم سر کار میرفتم. من سه تا کار رو با هم انجام میدادم. اصلا فوتبال خودش خیلی فشار میاره، بعد خستگی. من باور نمیکنم چند تا استادای مو تو سر جلسه امتحان دیدم. من مثلا جزوه های ترم قبل رو میگرفتم با جزوه هایی که بچه ها ترم جدید مثلا نوشته بودن، اونا رو میگرفتم شب تا صبح تا موقع امتحان من همه رو میخوندم. بعد خدا رو شکر نمره همونم بد نبود. تقلب هم میکردی یا نه؟ تقلب کسی بگه نکردم. آره دروغ میگه. آخه اول یکی از این مراقبای امتحانات شریف میگه این علی دایی اینقدر خوب تقلب. نه تقلب ما یه درس رو فقط تقلب کردیم، اونم تقلب چجوری بود؟ ما یه سوال مثلا داشتیم، یه امتحانی داشتیم، یه مسئله بود، ما 10 نفر نشستیم با اینکه مسئله حل شده بود، جوابش هم داده بودن، ما 12 نفر نتونستیم با حل شده بود حل بکنیم. گفتیم اینو به ما درس ندادن. بعد حفظیات رو اول امتحان گرفتم، بعد مسائل رو با یه برق آثار میتونستیم ببریم که مثلا فرمولا رو بنویسیم و فلان استفاده بکنیم. ما میخواستیم وارد جلسه بشیم، یه لحظه گفتم خدایا این سوال رو بده، ما دیگه گذاشتیم کنار. ما 2 تا آثار نوشتیم، یا آثار نوشتیم تمام فرمولا رو توش، یا آثار هم نوشتیم فرمولا توش، وسطش ما این مسئله رو نوشتیم. باور میکنیم مثلا فکر کنم 5-6 نمره حفظیات بود، همه رو من نوشتم. بعد این مسئله رو داد، مسئله اول داد، همینی که من تو آثار اون یکی آثار نوشته بودم، 5 نمره داشت. ما سریع برداشتیم نوشتیم، اونو گذاشتم تو کابشنم. استاد می اومد آثار رو نگاه می کرد یه دونه آثار باشه بعد. بعد کنار داشتیم، رفیق خیلی خوبم بود آقای کیانی. بعد این اومد استاد آثار منو نگاه کنه، این دست و پاش میلرزید، فکر میکرد اون آثاره، اون داشت دست و پاش میلرزید. این آثاریه که من اون مسئله رو نوشتم. بعد دیگه استاد نگاه کردید همش فرموله دیگه. بعد اینکه اونم نگاه کرد رفت، گفت که علی تو رو قرآن من دارم میفتم، اینو بده من بنویسم. با 5 نمره که من بهش دادم 11 شد. من خودم 17 گرفته بودم تو این درس. اشاره آقای کیانی که از این تریبون. نه راست میگم. بعد خنددار این بود که یه کابشن شمی پوشیده بود، اینو میخواست مطالعه کنه تو کابشن شمی، تالار رم سر و صدایی نبود، فقط خشخشه این میومد. گفتم بده من بذارم تو. آقا حالا من اصلا خیلی بی ربط رسیدیم به تقلب. بذار من یه خاطره از تقلب. تقلب که نه آقا، من امتحان سال 96 فکر کنم، امتحان جامعه دکترا، سال سوم دکترا که بودیم، بعد امتحان جامعه خیلی سخت بود. خب آقا بعد امتحان ما چند تا رشته با هم بودن، مثلا ما مدیریت رسانه بودیم، مثلا هم حسابداری بود و مدیریت نه فلان، اونا همه امتحان دکترا بودن، اونا همشون اوپن بوک بود، هر چی جزوه ما هیچی نبود. ما 4 نفر بودیم،
بعد آقا من اومدم سر مثلا یه سالن بود، مثلا یه کلاس بود که مثلا یه عالم آدم بودن، این مراقب آقا از اول امتحان اومد وایساد اینجا بالا سر من، اصلا خیلی عجیبا مثلا یه نگاهش میکردم، مثلا بعد میخواستم خب به حال آدم دوست داره نگاه کنه بغلش ببین چی نوشته اون بر همینجور وایساده بود اینجا. بعد گفتم که بعد دو یعنی صبح بود و بعد عصر، آقا صبح تمام شد اصلا واقعا تکون نمیخورد اصلا اینجا. بعد بهش گفتم آقا مثلا شما بقیه هم بابای صحبت کردن، گفت آقا تو من پسر عمه یا پسر خاله محمد رضا خلطبری هم. حالا اون موقع من سر داستان رفتن خلطبری به الوست و رویانیان اینا کلی بهش گیر داده بودم، بعد دیگه بهش گفتم آقا من نوکرت هم هستم دمت گرم خلطبری ما، بعد ول کرد منو دیگه. ببین یعنی قسمت عصرش کلا منو ول کرد، رفت خودش این ور اون ور دیگه. یعنی خلطبری خیلی دارم خواست یه بار اینو به خلطبری بگم چی یعنی. آقا یه چیزی یه دقیقه من بگم، حالا چون بحثش شد، بحث تقلب. آره ما جمعیت و تنظیم خانواده داشتیم، یه واحد یه دوستی بود هیچی بلد نبود، بعد نشستیم کنار هم، همشو من بهش گفتم، مراقبم نبود، یعنی 20 تا سوالو پرسید، سر یه دونه یه موضوعی که حالا مهمم نیست چی بود با هم بحث کردیم، اون میگفت این، من گفتم نه بزن خیالت راحت باشه، من شدم 18 اون شد 17 و فکر کنم اون دوستم الان هر جا هست پدر شده باشه. خب آقا برگردی آن دوش صحبت تقلب کردی، گفتیم مشخامو نوشتن تقلب نه مشخام، مشخامو نوشتم. یه خاطره قشنگم بگم، ما زبان تخصصی تو دانشگاه اون دیگه تقلب نکردیم، ما زیاد زبان انگلیسیمون خوب نبوده و نیست، اون موقع زبان تخصصی من اصلا سر کلاس رفته بودم، لزوار رو از بچه های گرفته بودم، وارد امتحان می شدیم یه چند تا مثلا بخش می دادن، دو تا بخش رو خوندم، فقط از روش فارسیش رو خوندم. خب بعد می اومدن سوالات رو مثلا به شما یه متنی رو می داد که ترجمه بکنی، به ایشون یه متنی. خدا شاهده متن آخری که من خوندم فقط فارسیشو رفتم دیدم اون واسه من افتاد، همون متن اصلا انگلیسیشو نخوندم، تو 5 دقیقه که تو ذهنم بود همه رو نوشتم اومدم بیرون. شانس داشتی پس، خوبه عادل. خیلی ها، حالا از منظر هوادار فوتبال میگم، خیلی ها بوندسلیگا رو اصلا با علی دایی شروع کردن دیدن. من یادم یکی از فامیلامون توی کازرون اون موقع می نشست همه بازی ها رو می دید، بعد از فکر کنم هرتا برلین بود دیگه، درسته؟ اول از بیلفلد، بیلفلد آرمنیا بیلفلد، آره همه رو می دید، بعد خیلی هم شاید حالا دقیق نمی دید، تهش فقط اصلا یه بازی دیگه بود، می گفت ایخو علی دایی توش نبی، یعنی اعصابش خورد میشد که این بازی رو دید، چون فقط می نشستیم علی دایی ببینیم یه دوره ای، و خیلی به نظرم کیف کردیم یه دوره که یه نفری که شکل ماست تا اون اندازه رفته، و واقعا آدم فکر میکنه چقدر سقف آرزوهاش میتونه بزرگ بشه، کاری که فوتبال برای آدم ها میکنه، اونم به خصوص دور از پایتخت. حالا در باره بوندسلیگا که صحبت کنیم، یه مهمون دیگه هم میاد به ما اضافه میشه و باش صحبت خواهیم کرد، هر وقت بچه آماده بود به ما هم میگن، برخواهیم گشت به بوندسلیگا. یه صحبت علی راجع به رونالدو شد تو این جام که بازی پرتغال حتما دنبال کردی، یه سری الان بحث میگن که آقا رونالدو باید خداحافظی میکرد یا باید خداحافظی کنه، تو چطور میبینید؟ یه فصل خیلی خوب در تیم النصر گذروند و خب در این دوره آنچنان که نه اصلا موفق نبود. ببینید این خداحافظی مربوط به خود بازی کنه، بعد مربی تیم، شاید وجود رونالدو تو زمین اثرات خیلی مثبتی داشته رو بازیکن‌ها، همونطور که کاپیتان اسپانیا رو میگین، نمیدونم کاپیتان انگلیس رو میگیم، شما الان هری کین، اون هری کین سابقه اصلا الان دو برابر رونالدو بازی کرده،
یه دونه فقط گل تو طول بازی زد، بازی های 90 دقیقه مثلا پنالتی نبوده یه دونه همون زده. اما چرا مربی نگرش میداره؟ مطمئنن یه توانایی های دیگه داره که من خودم دیدم. زیاد نمیدوید از موقعی که عربستان رفته، همون ببخشید چند تا استارتو میزنه. اما بازیکن بزرگی وجود تو زمین مطمئنن دو تا بازیکن رو سرگرم خودش میکنه. شما نگاه میکردین همیشه قبلا جوان‌تر بود، میتونست خیلی راحت رد بشه از دو تا بازیکن، الان دو تا مهارش میکردن. و به نظر من بستگی به خود شخص و مربی داره. شما بریم. موافقین که بمونه کماکان برای جام جهانی بعدی؟ نه دیگه، الان دیگه خودم به نظر من اگه ایشون خودشون تشخیص میدن، به نظر من الان دیگه بسشه. علی تو وقتی رونالدو رکورد تو شکوند یه پست خیلی پخته و عالی گذاشتی، الان مسی رسیده بهت، واسه مسی همچین برنامه نداری پست بذاری براش؟ نه دیگه ببخشید، اون دیگه رونالدو بود گذشت و اونو ما از قبل آماده کرده بودیم. آماده بود. من با خانومم با یکی از دوستان. خیلی خوب، خیلی معتقد خوبی بود. همون میگم، اون مثلا یک سال بود آماده بود، فقط منتظر بودیم که بشکنه اونو بذاریم تو اینستاگرام. آقا این که الان من قبل از اینکه تصفیه بید، آقا این که کلن کل دنیا دو نفر هستن که فقط از علی دایی بیشتر گل زدن و یکیشون رونالدو و یکیشون مسی، اصلا نشون میده کی اینجاست. نه خواهش جدی کنم، جدی اصلا نشون میده کی اینجاست. بریم جونم، همه چی به نظر من فوتبال و ورزش نیست. ما ها اول از همه باید انسان باشیم تو این زندگیمون. فوتبال اینا همه تموم میشه، اونی که میمونه معرفت انسانیت با شرف بودن، اینا خیلی مهمتر از همه چیز. که تو اینا هم همشون همونقدر نه خواهش کنم این نفر اول بود، این حرف رو دلن. چه قابی مهدی مهدوی‌کیا اون ور، علی دایی این ور، دوتا از اسطورهای فوتبال ما که خیلی من آرزوم اصلا نمیگم آرزوی بعید و دور از ذهنی، واقعا آرزو میکنم که این دو بیان به فوتبال مملکتمون بتونن خدمت کنن. باید باشن، اگر علی دایی و مهدی مهدوی که نباشن کی باشن. مهدی جان خیلی مخلصیم، خوشحالیم که از طریق اسکایپ میتونیم باهات صحبت کنیم. دو تا از محبوب ترین و بهترین بازیکنهای تاریخ فوتبال ما در یک قاب در کنار هم و خوشحالیم که صداتو میشنویم. مدرم عادت عادل عزیز، عرض سلام دارم خدمت دوست عزیز و گرامی آقای دایی عزیز که خیلی وقت ما اصلا ندیدیمشون، بعد از اون قطر بوده جمعی بگذره. همچنین آقای برانی عزیز، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. آخرین قاب تو و علی دو طرف عشمت خان مهاجرانی بودید دیگه، فکر میکنم اون عکس معروف که در و انشالله که به زودی ببینیمت مهدی جان. و حالا بگذاریم از این مسائل، در مورد یورو اگه بخوایم صحبت کنیم، تو برنامه اول یا دوم بود صحبت کردیم، خیلی به آلمان امیدوار بودی، میگفتی که فولکروگ میاد کارو میگیره، هاورتس خوبه و تیم میتونه شانس قهرمانی باشه، ولی نشد. الان چطور میبینی اوضاع رو؟ فکر میکنم که آلمان تورنمنت خوبی رو پشت سر گذاشت بعد از اون اتفاقاتی که توی جام جهانی 2022 برای این تیم افتاده بود و تقریبا حالا چیزی که توی مطبوعات و توی مردم اینجا میشنیدیم خب خیلی با تیم ملی آلمان قهر کرده بودن، یه تقریبا آشتی برقرار شد و خب رسید به بازی اسپانیا. من فکر میکنم که همون صحبتی که کردیم، فولکروگ تقریبا تیم آلمان رو برد به قسمت سخت ماجرا و اگر اون گل دقیقه 92 رو به تیم سوئیس نزده بود، شاید آلمان الان یک پای فینال بود و باعث شد که برن به سمت تقریبا سخت ماجرا و خوردن به اسپانیایی که خب از روز اول بسیار درخشان بازی کرد و با تیم خیلی و باز قفلت توی تقریبا
دقایق پایانی و جایی که همه داشتن خودشون رو آماده میکردن برای ضربات پنالتی و خب ستاره های بزرگی که تیم اسپانیا داره و حالا من صحبت هم چند دقیقه قبل گوش میکردم و ولی واقعا خیلی درست اشاره کرد، اولمو واقعا یکی از ستاره های تیم ملی اسپانیا است و خب من چند سال است که در فوتبال بوندسلیگا و تیم لایپزیگ هم این فوتبالیست رو دنبال میکنم، واقعا یکی از بازیکنان تاثیرگذار در تیم ملی اسپانیا بود و اون سانتری که کرد بین دو مدافع تو لحظات آخر تو دقیقه 120 بازی واقعا تیم آلمان رو نابود کرد. این بود که بالاخره فوتبال دیگه، این که تیم اسپانیا با شاید برخلاف جریان بازی هم بود، یعنی بازی اونقدر به نفع اسپانیا نبود توی دو تا وقت اضافه، ولی خب به نظر من بعضی موقع ستاره ها بازی رو اینطوری به تیم ها در میارن و تیم اسپانیا تونست که خودش رو تا الان برسونه به فینال و آلمان متأسفانه از جام کنار. امشب چی میشه بازی مهدی؟ بازی اسپانیا انگلیس؟ باید اگر بخوایم دو تیم مقایسه کنیم و مسیر رفتنشون به فینال، خب اسپانیا در صورت الان روی کاغذ تیم بهتری است، نتایج بهتری گرفته، در نظر روی روانی شرایط بهتری داره و همه بازی‌ها رو برده تا الان تا رسیده خودش به فینال. و از اون طرف انگلیسی که خیلی خوب شروع نکرد، شاید توی گروه دو تا مساوی داشت، اینکه انقدر درخشان بازی نکرد، شاید اگر بازی جوون و یک ستاره مثل بیلینگهام نبود و اون قیچی برگردون تو لحظات پایانی نمیزد، انگلیس از جام بیرون رفته بود. ولی خب در صورت با تجربه‌ای که دارن، دور قبلی هم فینال بودن، خودش رو رسوندن به فینال. و اگر بخوایم به نفرات نگاه کنیم و نتایج بازی گذشته، شاید کفه ترازو نفع اسپانیا سنگینی میکنه، ولی خب شما میدونید که در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، روز خوب و بد داره فوتبال، باید ببینیم بازی چجوری شروع میشه، چه تیمی بهتر از موقعیت‌ها استفاده میکنه و قطعا بازی جذابی خواهیم دید. حالا نتیجه عجب و غریبی نخواهد بود با اختلاف زیاد، ولی خب اینم جزو جذابیت هست. چند پیش بینی میکنه بازی رو؟ حالا خود من بازی رو 2-1 به نفع اسپانیا، ولی خب میگم خیلی از اون بازی هاست که شاید پیش بینیش خیلی سخت باشه، ولی با توجه که انگلیس اسپانیا تیم جوونی داره، جوونای خیلی خوبی داره و تا اینجا هم تمام بازی ها رو برده و با اعتماد به نفس خیلی خوب رسیده، من نظرم اینه که فینال هم شاید ببره. یه تیم منتخب مهدی هم با هم یه ببینیم رو تصویر، این تیم منتخب مهدی مهدوی کیاست که اونای سیمون دروازه‌بانش هست، کوکوریا و لاپورت و آکانجی و کیمیش، رودری، جاوی سیمونز، اولمو، نیکو ویلیامز، یامال، کلا اسپانیا رو گذاشته دیگه تقریبا، و هری کین. این تیم منتخب بعد تیم منتخب علی آقا هم بعد بعدش تقلبات یه ذره این میمونه واسه بعد میمونه واسه مهدی. اولین باری که علی رو دیدی یادته؟ این سوال از علی هم بعدش میپرسیم، یکم فرصت داره علی فکر کنم که من یادم، من اواخر سال 73 بود که از تیم بانک ملی اومدم به تیم پرسپولیس و ما توی اولین تمرین یادم که توی شهرک اکباتان تو هم زمین بالایی هم تمرین داشتیم و خب اولین بار ما ستاره های پرسپولیس اون زمان خب بازیکن بزرگی که توی این تیم بودن، از آقای پیروز که کاپیتان بود تا بقیه، اونجا ما دوستان رو دیدیم و اولین سفری هم که با هم داشتیم سفری خب علی آقا یاد باشه رفتیم سنگاپور با تیم پرسپولیس. بله رفتیم با تیم پرسپولیس سنگاپور و خب ما خیلی جوون بودیم، ما تازه 18 سالم بود به تیم پرسپولیس پر بودیم، خب خیلی از بچه ها جدید بودیم، یه چند تا بازیکن جدید اضافه شده بودیم به تیم پرسپولیس و رفتیم سنگاپور و بعد از اونم دیگه داخل تیم پرسپولیس. ولی خب آقای دایی خیلی زود از پرسپولیس رفت، ما بعد از اون بازی معروف آلیمای قزاقستان که اینجا با اون نتیجه خیلی جالب 5-0 اون بازی واقعا احساسی که در استادیوم آزادی برگزار شد آلیمای قزاقستان رو بردیم دیگه، فکر می‌کنم علی آقا رفت توی قطر و بعد از اون دیگه با هم در باشگاهی هم بازی نبودیم، دو در تیم ملی دیگه در کنار هم بودیم. علی قطر تو که یه بازیکن یا به خیلی خوب این استعدادا رو با یه نگاه فکر کنم در اولین تمرین که مثلا مهدی دیدی فهمیدی که این خیلی خوب میشه؟ مطمئنن مهدی از اون اولش
سخت کوش بود، سرعتش عالی بود و تو قسمت راست ما همیشه عالی بازی میکرد. مهدینا جوانای ما بودن دیگه، ما پیرمرد شده بودیم. در اوج تقریبا 25 6 سالگی بودید دیگه اون موقع هنوز. آره تا علی خیلی دیر تو فوتبال ما. الان حالا من یه بحثی رو بکنم آقا، الان معنی مفهوم جوان عوض شده. ما مثلا اون موقع صحبت می‌کردیم میگفتیم مثلا بازیکن جوان صحبت از 17 18 ساله بود. یاد کنم مثلا یه نسلی بودیم با سن 18 سالگی در تیم ملی، مثلا بنده بودم، آقا دانشو یزدانی بود، حالا مثلا آقا مرحوم مرداد عزیز میناوند بود مثلا 20 سالش بود، تا آقای علی موسوی بود 20 سالش بود، آقای نکیسا بود. ببینید یه سری بازیکنان بودیم به تیم ملی اضافه شدیم دسته مثلا 18 سالگی 19 سالگی. الان وقتی صحبت میکنیم وقتی میگن جوون، مثلا 24 5 سال هم جوون حساب میکنم. من میگم 24 5 سال دیگه یه سری ها 100 تا بازی ملی انجام داده بودن. الان معلومه تو فوتبال ایران تقریبا عوض شده. آره دقیقاً همین. الان میگم الان یامال رو داریم میبینیم توی 17 سالگی داره تیم ملی اسپانیا بازی میکنه. ما الان آخرین اردو تیم ملی فکر کنم جوان‌ترین بازیکنمون صالح هردانه بود که 25 سالش بود. جوان‌ترین بازیکن تیم ما 25 سالش بود. سخت کردم آدم جان. ببینید اصلا کلن تو بحث فوتبال ایران این بحث جوان‌گرایی خیلی مشکل وحشتناکی است. یعنی برمیگردیم به گذشته نگاه میکنیم، ما صحبت مثلا 17-18 سال رو میکردیم، مثلا یه سری بازیکن ما تو دوران مثلا بود، ما 16 سال و نیممون بود تو مثلا بزرگسالان بانک ملی شروع کردیم به بازی، مثلا آقای فرهاد مجیدی بود تو بهمن، یا خیلی مثلا علی آذری بود، آره زمان محمد مایل کهن، آقای کریم باقری بود. مثلا شما وقتی امیدای تهران بود تو بازی برگزار میشد، من فکر می‌کنم سطحش از لیگ الان ما بالاتر بود. معنی مفهوم جوان آره خیلی عوض شده، ولی متاسفانه نمی‌بینیم. یعنی واقعا یه جوانم که بازی می‌دیم خیلی زود دیده میشه. شما می در فوتبال دنیا الان ببینید یه جوونی مثلا تا الان از دو یک درست شد 17 ساله، 16 سال اصلا شما ببینید 16 سالای ما کجا هستن. مثلا یه وقتی بازی میکنه شما فکر میکنه این بازیکن منزه بازیکن 30 ساله تجربه داره اصلا پخته است. ولی خب دایی هم به نکته خوب اشاره کرد، شما ببینید کجا تمرین کرده، با چه مربیای تمرین کرده، فلسفه‌اش چی بوده، چه دیدگاهی بوده تو اون باشگاه و اجازه دادن که همین جوونی بیاد رشد کنه. اینا متاسفانه تو فوتبال ما الان دیگه هم اینه که حالا غیر از این که جوانگری، من الان میگم اگه مهدی مهدوی کیو علی دایی الان بازی میکردند این قیمتشون قطعا برای الان، وقتی من امروز میشنویم که بازیکن ها 5 میلیارد و 60 میلیارد و 40 میلیارد و 70 میلیارد برن بالا، تازه میگم تازه علی آقا میگه بره بالا، اصلا رقم باور نکردنیه. یعنی اینو شما تبدیل کنید به دلار و یورو حتی الان، بله خیلی بیشتره، خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. شما آدر جان ببین شما حالا نسل ها رو نمیتونید مقایسه کنید، الان خوب نسبت شما مثلا من امروز یه فیلم دیدم رئال مادرید مقابل بارسلون سال مثلا 2004-5، شما باور نمیکنید ستاره‌ای که بودن رسان هر کدوم به قول یکی از دوستان هر کدوم یه توپ طلا زیر بغلشون بود، باور نکردنیه. ولی الان میاد نگاه میکنید مثلا خالی هست. مثلا یه زمانی شما اینتر میلان و آس میلان وقتی نگاه میکردید 11 تا ستاره، ولی خب الان چون از تیم ملی ایتالیا رو به چه داستانی رسیدن. این که اصلا نسلا با هم نمیشه مقایسه کرد، ولی خب دیگه فوتبال داره به سمت سوی میره. آقا مهدی دلیلش رو شما چی میبینید؟ دلیل این اتفاق چیه؟ چرا الان خالی از ستاره است؟ والا در مورد فوتبال خودمون اگر بخوایم صحبت کنیم، ببینید زمانی که ما خب فوتبال رو شروع کردیم، حالا آردایی میتونه صحبت های من تایید کنه، اصلا پولی نبود، فقط عشق بود. یعنی شما فقط کسایی که واقعا استعداد بودن میومدن تو فوتبال، خانواده ها خیلی اصلا مخالف بودن با فوتبال شدن بچه هاشون، و فقط کسایی که استعداد بودن و یه سری مربی بودن که واقعا عاشق بودن تو ردهای پایه کار میکردن و واقعا استعدادها اون خیلی خوب شناسایی می‌شد. ولی در حال حاضر شرایطی که ما داریم می‌بینیم خب شرایط خوبی نیست. حالا توی بچه فوتبال پایه مملکت خیلی داریم زحمت می‌کشیم، خیلی هم داریم تلاش می‌کنیم، ولی واقعا نسبت به گذشته ما این کمبود رو می‌بینیم. خیلی وضع ما خیلی فاصله، خیلی علاقه نیست. بله این دقیقاً یکی از علت‌های اساسی است. می‌دونی چند تا پاس گل داده بهت مهدی؟ من خودم به ذهن رسید گفتم بچه‌ها میتونن آمارش بدن چند تا از پاس گل ملی تو
مهدی داده فکر کنم بالای 15 تا یا 10-15 تا. مهدی خود آمار داری؟ لا آمار دقیق ندارم، ولی خب یکیش که خیلی همیشه تو ذهنم هست، همیشه میبینم، بازی عربستان 2-2 معروف ما تو جده بود که اون در استثنایی رو تو گل 1-1 زدیم. ولی دو تا حسرت خیلی برام همیشه میمونه و الان فکر میکنم خود علی آقا هم تاکید کنه، من دو تا پاس بهش دادم که واقعا عجیب و غریب این توپا گل نشدن. اگر یادت باشه بازی با ژاپنی که ما گل طلایی باختیم، درست قبل از اینکه ما گل بخوریم، من از وسط زمین با توجه تمام این که ما دیگه انرژیمون تقریبا تمام شده بود، 120 دقیقه بازی کرده بودیم تو هوای شرجی، من از وسط زمین یه استارت زدم، با تمام تلاش رفتم یه پاس به جلو کردم تو دهنه دروازه، یعنی تقریبا تو 6 قدم، یعنی این توپ اگر گل می‌شد ما همون موقع رفته بودیم به جام جهانی. این توپ رفت بالای دروازه، برگشت از این ور رفت تو گل ما. این یک حسرت عجیب و غریبی برای من بود که چرا این توپ گل نشد. یکی هم بازی با امریکا بعد از 2-0 من یه فراری از سمت راست کردم، آره یه پاس دادم که گلر اومد بیرون و به دست گلر رو بعد دفاع رو خط دروازه این توپو در آورد. یعنی این دوتا اگر گل میشد خب خیلی خیلی بهتر بود، یعنی خیلی شاید آمار پاس گل بهتر میشد، دوتا گل به یاد موندنی میشد. ولی خب اما بازیایی که هم بازی کردیم، اما مهدی نباید بازی با امریکا، مهدی نباید فراموش بکنی لذتی که ما بعد بازی استرالیا به خاطر همون توپی بود قرار داد. ببین اون جبران کردید. یعنی شاید باورتون نشه، من در تمام زندگی این خب شما ببینید شکست ژاپن، حالا علی جان هم اینجاست میتونه تاکید کنه، خیلی شکست سنگینی بود. یعنی ما راه خیلی سختی رو رفته بودیم، یعنی ما از سوریه شروع کرده بودیم، یه فصل واقعا تقریبا یک سال واقعا فرسایشی رفته بودیم، رسیدیم به اون بازی قطر، بازی رو باختیم، برگشتیم و اون ژاپنیا زودتر رفته بودن، یه هفته اردو زده بودن، ما دیر رسیدیم با یه وضعیتی دو روز قبل بازی، هوای شرجی اصلا یه وضع خیلی بدی بود. بعد بازی رو ما عقب افتادیم، بعد 2-1 برگشتیم به بازی، حالا یکی از این پاس گل همون پاس گل دوم بود که علی آقا سر زدیم به ژاپن. بعد رسیده من به این بازی 2-2 و دقیقه 120 بازی، یعنی این توپ نرفت، حالا حکمتش الان گفتید دیگه، این لذت بازی استرالیا بود. شاید من در تمام زندگیم چند بار خیلی بد گریه کردم، یعنی خیلی، یعنی از ته دل. یادم من این بازی ژاپن که تموم شد هیچ وقت فراموش نمی‌کنم، رفتم اونجا که یه دست آبی به سر صورتم بزنم، بیرون رخکن، یه جای دیگه بود تو رخکن، یه جای بیرون، واقعا نمیدونی، یعنی بوده 5-6 دقیقه از ته دل گریه کردم. یعنی شاید در تمام زندگیم، شاید بعد از اینکه من عزیزانم از دست دادم، مثلا پدر، مادر، برادر، یه همچین گریه کردم، چون واقعا به عنوان یه جوون اون موقع 19 ساله 20 ساله ما چه راهی رو رفتیم، رسیدیم به کجا و ما به گل طلایی چجوری باختیم. یعنی ما میدونستیم که استرالیا چقدر سخت خواهد بود و چقدر سخت خواهد بود برای ما. و ولی خب به قول علی لذتشو لذت یه کاری کرد، هیجان بشه. ولی علی دایی این همه تو بهش پاس گل دادی، یه پاس گل بهت داد بازی با اصلا استثنایی. ببینید ما آقای دایی چند تا پاس طلایی داده، یه پاس خوب معروف که مثلا میگه میدونه بازی با استرالیا است که باید عزیزی داده، یعنی تو بازی های خیلی معروف، یعنی شاید اگه ما به کل فوتبال ایران بگیم آقا 3 تا بازی نام ببرید که همیشه در خاطره ها میمونه، اولین بازی که بازی با استرالیا است و اون بازی معروف استرالیا، یکی بازی با امریکا است که اون پاسی که به من داده خب از وسط زمین رفتن، یه بازی هم که باز جزء حسرت‌های ابدی من خواهد بود که ما چجوری جام جهانی 2002 رو از دست دادیم، بازی با ایرلند بود که به اون دوست عزیز آقای دوستمون آقای علی کریمی داد و آره اون پاسی که علی کریمی داد، اون دروازه‌بان معروف ایرلندی شیگیون که اصلا دست و خوند و چجوری توپا رو گرفت و دیگه پاسای طلایی بود دیگه، ما بهش پاس دادیم ولی ایشون هم یه 3-4 تا پاس خیلی طلایی به بقیه بازیکن ها داد که ازش به نهایت ما که من که از نهایت استفاده ازش کردم،
خیلی ممنون مهدی مهدوی که عزیز، خیلی خوشحال شدیم که دیدیمت. انشالله همیشه همینجور بشاش و خوشرو و خوش صحبت و عزیز بمونی برامون. خوشحال شدیم بعد مدت ها شما رو دیدیم، ولی آقا انشالله هر جاسی سلامت باشه. آقا برامی عزیز خوشحال شد انشالله هر دو هستی موفق و پیروز سالم و سلامت. قربونت برم. مرسی مهدی مهدوی کیا بود که باش صحبت کردیم از طریق اسکایپ. و آقا خاطره بازی کردیم، تلخترین شب فوتبالی من شما توی اون بازی حضور داشتین، فینال 99 بایر مونیخ و منچستر یونایتد. فکر کنم شما شماره 24 بایر مونیخ اون موقع و ما رو نیمکت نشستیم تا آخر و اون تعویض لوتار ماتیوس، تعویض اشتباه فکر میکنم عثمان ریسفیلد. و من امروز یه در واقع اسکواد اون دوتا تیمو در واقع عکس گرفتم، فقط اسما رو ببینید چقدر خاطر انگیزه. اولی کان، لوتار ماتیوس، مارکوس بابل، توماس لینک، ساموئل اوسکوفور، میشایل تارنات، افنبرگ، یرمیس، باسلر، یانکر، زیکلر و یورک، کول، بلامکویست، نیکی بات، دیوید بکام، رایان گیگز، دنیس اروین، یاپ استام، مارسل یانسن، اگر اشتباه درست میگم فکر کنم، آره، گری نویل و پیتر اشمایکل. و حسرت ابدی که حالا مهدی میگه این که یه ایرانی قهرمان چمپیونز لیگ بشه واقعا بر ما آقا اصلا من تعصب ایرانی بودن رو بذار که خداییش تو اون مقطع علی دایی اصلا من قشنگ یادم اون واقع قشنگ حقش بود بازی کنه، اصلا از یانکر رو سیکلر که اصلا کلا به نظر من بهتر بود. نه واقعا به دور از تعصب ایرانی و هموطن بودن و عرقی که داره واقعا بهتر، ولی حداقل چند دقیقه اون بازی میومد کارماشو دید دیگه آقای هیتسفلد. هیتسفلد واقعا حتما شما خیلی خیلی بهتر از اون کارستن یانکر بودی و خیلی آره هم آقای حاج رضایی هم یادمه آره. خیلی ناراحت بود که جاشم تو این برنامه خالی. خلاصه خیلی گریه کردم من اون شب. یک دلایلی که جدی خوشحال شدم که آره به خاطر علی دایی ناراحت شدم، اینکه علی دایی بازی نداد و باختن خیلی بله. خیلی بیشتر کیف کردم. آقا لاس بازیش بده بعد هفته منجر به اون گل زده بود علی دایی اگه اشتباه نکنم تو بازی بوندسلیگا آه. یعنی آمار من جوری اشتوتگارت بود کی بود اصلا یادم نمیاد، ولی حالا الان این عکسی که از عکسی هست از علی دایی آدم میبینه مثلا کنار کسایی که بازی کرده آدم اصلا کیف میکنه. چند روز بعدش بازی کردی آقای دایی چند تو همین آره توی آره. بله یعنی عکس باسلر رو مارکوس بابل و نه کنار باسل بغدیش توماس لینکه است. توماس لینکه بله لینکه و علی و مارکوس بابل و گلره چی بود اسمش یادم نیست. این گلره ذخیره بعد تورستن فینک و بله. افنبرگ و توماس شترونز و محمد شول و حسن سلیمیجیچ و موتور اسما رو نگاه میکنم تازه اون بازی احتمال اولیور کان اون موقع مثلا بله نبود. این با لورکوزن بوده فکر کنم نه بچه ها بازی با لورکوزن با کدوم ها الان ارتباط داری علی؟ من با لوتار بله بحث رهبر شد افنبرگ هم از اون رهبرهای بله. توی زمین درجه یک لوتار ماتویوس ببخشید یه رهبر به تمام معنا بود. و یه چیزی داشتم امروز چک میکردم فقط برای اینکه گذر زمان رو درک کنید، عادل سال 99 این اتفاقا افتاده آقای دایی. نجات سرباز رایان و اسپیلبرگ بهترین کارگردانی رو گرفتن، شکسپیر عاشق بهترین فیلم شد، اولین بار یه آلبوم رفت تو اینترنت بارگذاری شد، یه آلبوم مهم مال دیوید بویی، بچه‌های بهشت در کنار زندگی زیباست بنینی برای بهترین فیلم خارجی اسکار جنگید، کلمه بلاگ به دایره کلمات انگلیسی افزوده شد، ناتو به یوگوسلاوی حمله کرد، مایکل جوردن اعلام بازنشستگی کرد، آندر آقاسی و فیت سمپراس هنوز بازی میکردن و ریوالدو اون سال بهترین بازیکن جهان شد. فقط برای این که بفهمیم چند سال گذشته راجع به اون شبکه حرف میزنیم. آره بلاگ اولین بار اون بار تو اون سال استفاده شد. بله این آقای محمد بهرانی دیوانوار بایرن رو دوست داره اصلا، یعنی جدی میگم اصلا اینه شدیده و قطعا اون سال 99 خیلی اذیت شد. گریه کردم یعنی حتما گریه
واقعا حقش بود تا سیسفلدی که شما رو بازی نداد. نه تو اون بازی فکر کرد تموم شد آقای ایتسه. آره فکر کرد تموم شد. انسان خیلی بزرگ و مربی خیلی بزرگی بود حسن سالی امیتی تو آورد. حسن این پسرش بود به خاطر اون اونو بازی داد، وگرنه ما اون بازی رو نمی باختیم. اصلا من نمی اومدم، یه دفاع دیگه وارد زمین می کردم، ما اون بازی رو می بردیم. کفر گریه وسط زمین. ما شما نگاه کنیم از کورنل گل. آره جفت گل از آره جفت تو با توپای میگم دیگه بباش سولشیر. سولشیر شما نگاه بکنی یه دونه دفاع رو می آورد یا یه قد بلند رو می آورد راحت ما بازی رو آره. می بردیم. خیلی سال سالی بود که من اومدم، من تو بایرن لا افتاده بودم فیکس بازی می کردم، بازی های المپیک آسیایی تایلند شد، من اومدم برگشتم تو معزز بودم اونجا. اینجوری نبود که اومدم تیم ملی، مدت با تیم ملی تو تایلند که قهرمان شدیم، دیگه برگشتیم دیگه کار خیلی سخت‌تر شد. یه بار هم نشد علی دایی به خاطر موقعیت باشگاهی خودش تیم ملی رو یاد نمیدم، که مثلا اون موقع بازی وسط هفته هم اینجور مثلا جمعه میومد بازی میکرد، بعد دوباره چهارشنبه هم بازی داشتن، مثلا شنبه پرواز. اینه اصلا یاد نمیدم یه بازی ملی رو به خاطر بازی باشگاهی و جایگاهش تو باشگاه اونجا. قطعا پول بیشتری میگرفت، قطعا اونجا اهمیت بیشتری به لحاظ مالی و جایگاه و اعتبار به دست میورد، ولی اینو من قشنگ کامل میتونم شهادت بدم که هرگز این اتفاق رقم نمیخورد. معنای ملی پوش برای همه ما فوتبال دوستای همین واقعا تصویر. یه چی بگم که شما هر کدای دنیا بهترین تیمای دنیا بازی کنی، واسه مردمت بازی نکنی هیچ فایده نداره. آدم عشقش الانم همینه، عشقمون ایرانمونه، مردممونه، و اون موقع هم چنین دیدگاهی داشتیم و خدا رو شکر این دیدگاه هیچ موقع عوض نمیشه. و خب سمرش هم الان میبینی، الان با توجه به اینکه نسل جدید شاید نه بازی علی دایی رو دیده نه مربیگرش رو دیده، من فکر میکنم الان حتی بچه 7-8-10 سالم اینقدر از تو یاد شده و اینقدر خاطره ساختی برای پدر و مادر و خواهر و برادر اون بچه 7-8 ساله که همه الان علی دایی رو به نیکی ازش یاد میکنن و برازندت این جایگاهی که داری. به آقای عادل خان ما 14 شب اینجا برنامه داشتیم، دوست من سعید کریمی که اینجا کمک کرد برای آوردن مهمونا و لیگ و اینا، خب یه چند شبی اومده نشسته. تنها شبی که سعید با پسرش اومده نشسته، چون پسرش میدونست که امشب مهمون ما علی آقای داییه، آروند اونجا نشسته با ذوق و از من هزار بار قول گرفته که من عکس نگرفته نرم. و سندش هم بگه فکر کنم 7-8 سالشه 10 سالشه. یه لحظه میشه بیای؟ برای اینکه واقعا طیف طیف مخاطبا رو سلام بیا سلام. دیگه از این نزدیک از این نزدیکتر که دیگه نمیشه. به عشق شما اومده واقعا. همه اینا لطف خداست، به غیر این چیز دیگه نیست. همین انرژی که تو از مردم میگیری فکر کنم تمام سختی هایی که گذروندی رو جبران